کرده. دوستان اعلام کردن که کشور چه میدونم ظرفیت برای گردشگری اینا نداره. ما کشوری هستیم با قدمت 2000 ساله. قدمت 2000 ساله. اومدن درباره اختلاس ها گفتن نسبت دادن به این دولت فعلی عراق. من نمیخوام راجبشون صحبت کنم. ریشه این اختلاس ها کجا بود؟ ریشه پرداخت نکردن های مالیاتی کجا بود؟ چرا نیومد مالیات خودش پرداخت کنه؟ آستان قدس چرا نیومد پرداخت بکنه؟ چرا این ما چرا قطع کنیم دوست عزیز؟ بفرمایید شما زمانتون رو هدر کنید بفرمایید. توی 8 سال کشور ما داخل سازمان ملل جز کشورهای تروریستی قرار گرفت، توی تحریم ها قرار گرفت. یک سری از عزیزان از دیوار بعد سفارت ها بالا رفتن، باعث تشدید تحریم ها شدن، کشور کوبیده شد توی اون قضیه. الان همونا دوباره توی ستاد برفی از کاندیداها که تازه اومدن دوباره مشغول به کار شدن. جنایاتی که سال 88 قرار گرفت، جنایاتی که سال 88 قرار گرفت، همون آقایون میرن یزد، میرن تهران و برخی از کاندیداها میرن کاندیدا و توی ستادشون هستن. اینا نشون میده که خدهی میشن اینها و ما باید اینا رو بشناسیم و نذاریم دوباره کشور 8 سال دیگه، 4 سال دیگه، هر مدت دیگه دست اینها بیفته و کشور رو به تاراج ببره. من هیچ حرفی دیگه نمیزنم. فکر کنید که چین سرمون رفته دلاره، دلار 900 تومنی اون 4000 تومن. زمانتون تمام شد.